شفافسازی کلیه امورات مسلمانان جهان، تصمیمی با نصب در محل و خدمات پس از فرود. اوقات الاسلام و المشرکین شفاف روان کردان. مؤلف کتاب وزین لوازم تحریر در خارج. خب اعوذ به شیطان من الهمین پاپ که الان رفته آمریکای جهانخوار. ما نشسته بودیم سر جامون، زنگ زدن بچه‌ها از دفتر نمایندگی واحد شعب ابی طالب، گفتن آیت الله قاسم خزعلی مرد. بعد آخه میدونی این بیچاره خب باز یکی از نوع باوگان نظام بود، ایشون در انتهای حیات 90 سال بیشتر عمر نداشت و دیگه این اواخر اینا بیچاره ها میده به یه جایی به بعد دیگه فقط هوا رو کثیف میکنن دیگه، وقت برای ترددشون هم عموما از خاکنداز استفاده میکنن، نه که وسیله دیگه نباشه، چون اینا همش به خاطر که تجمل گرایی نشه با خاکنداز اینجوری جمع میکنن یارو رو برمیدن اینجا تو خبرگان رهبری در کنار سایر نونهالان عزیز اینا. بعد می سیستم ولی یک جوریه الان متاسفانه، اگه یه دفعه بگن که تهران 12 ریشتر زلزله اومد، شما خودت اگر در تهران باشی فرار میکنی میزنی تو کوچه خیابون فوری باور میکنی، یا مثلا نشسته باشیم یه دفعه بگن امریکا حمله کرد زد خشتک و چپه کرد سر مقام معظم رهبری خدای نکرد، شما فوری باور میکنی. میشه دیگه یه دفعه بگن که دریای خزر خوش شد باور میکنی، بگن ماه خاموش شد، خود خورشید بگن تموم شد فوری باور میکنی، بگن ابوالقاسم خزعلی مرد میگن برو بابا باز اینا نشستن اونجا دارن حرف در، مگه میمیرن اینها؟ حالا با بدبختی آدم بیا ثابت کن که یارو مرد. اول از همه باید از اصالت خبر مطمئن بشن، میرن تو این خبرگزاری ها اینا همه نوشتن تسلیت دارن، میگن نه بابا باز اینا دارن، مگه میمیرن؟ میشه مگه؟ تا مقام معظم رهبری پیام میده و با خانواده آن حضرت دیدار گرم و صمیمانه میکنه، چون هی خیلی گرم میکنه. بعد میریم میگیم که نه فتوشاپه، اصلا نشه عمرن هیچ کدوم از اینا، خدای نکرده اون روزو نیاره بیار حالا تو، ولی که یکی از اینا بمیره اصلا نمیشه. در صورتی که اگر همون موقع بگیم که الان ناتو به ایران حمله کرد و گرفتن تماشا، همه فوری باور میکنن، اصلا لازم نیست تحقیق کنن باور میکنن. الان بگو رضا پهلوی اومده ترامپ با همه میره خب میگه ای شاه فلان هورا باور میکنن، ولی بگو ابوالقاسم خزعلی مرد هیچ که باور نمیکنه، بدبختی ما داریم. این آیت الله مهدوی کنی که بود، ایشون هم یکی از مفاخر از دست رفته ما، ایشون رو به طور کلی در 15 20 سال آخر عمر با خاک انداز جابجا میکردن، اینجوری میبردن برای اینکه تجمل گرایی یه وقت نباشه و اینجوری. خدا اینها رو میفرسته برای کجا؟ دو چیز، یکی برای خب خداوند متعال یک سری به هر حال وقتی آیاتی رو کتاب میشینه خودش میگه، یعنی به یه فرشته ای حقوق میده میگه اینایی که من میگم برو به این بشر که من آفریدم اشرف مخلوقات هم از سایر نه حرف مفت، میگه برو اینا رو به اینا بگو. این بیچاره هلک هلوک بال میزنه پا میشه میاد اقرب بساط اینا میگه فلانا. بعد تازه خداوند متعال، حالا ما اون دفعه عرض کردیم خدمتون همین رو هم که برای هدایت بشر رو اسم سوره رو میذاره بقره گاو میذاره اسم سوره رو و توش هم هی قسم میده و شمز و زها ها ها و تین و زیتون. بعد این زیتون دیدیم مثلا اینا تو عزاداری ها میرن مثلا اگه بگن حسین انگار عزاداری قبول نی، باید بگه حسین که قشنگ خدا قشنگ میفهمه راجع به کی داری حرف میگه. و تین و زیتون خدا قسم میده اینا. از اون طرف هم باز برای خرفهم کردن این انسان عزیز یک سری فرستادگانی داره که
قبلا یه عده دیگه ای بودن، الان آقای مهدوی کنی، ابوالقاسم خزعلی، مصباح یزدی و اینها همه هستن و دیدیم که اینا دارن مسخرهشو در میارن و ما از همینجا تهدید میکنیم که از این و بعد هر کسی مسخرهشو در بیاره ما هم مسخرهمونو در میاریم. جای شما بودم این تهدید رو جدی میگرفتم. به هر صورت آیت الله مهدوی کنی جزو فرستادگان خداوند متعال، یکی که خدا اینا رو میفرسته برای اینکه اون کدایی که داده، قسمایی که داده و اینا میفهمن، ما نمیفهمیم، اینا میفهمن. ولی مثلا خداوند متعال برمیگرده در یکی از آیاتش میگه الف لام میم، آدم میگرخد ناگهان، بعد میگیم ببخشید الان چی گفت؟ میگه اینا جزء اسرار خداونده، کد میده. ولی یه دفعه ای ما مثلا الان هر هفته دوشنبه ها سخنگوی قوه قضاییه وقتی حرف میزنه ما هی فکر میکنیم اسرار خداونده، چون خداوند یکی از چیزایی هم که داره میگه اگر تونستید یک آیه مثل من بیاورید. بعد خب این الف لام میم یک آیه است دیگه، آدم هی فکر میکنه میگه خب میاریم دیگه، اینه که قوه قضاییه هر روز داره یک آیه، قوه قضاییه سخنگوی قوه قضاییه وقتی میاد اسامی این افرادی که اختلاس کردن رو میخواد بگه هی داره آیات مثل خدا هی داره آیه میاره، میگه الف لام میم 480 میلیارد تومان به کمک هگاف چه بردن دادن به کی؟ خدال آفرین ر. بعد میره میگه که از اون ور تو حساب ب چه الف که با مشارکت خ جیم دال، دقیقا این دال خیلی باز. خب ما هی نگاه میبینیم اینا هی دارن آیات خدا مثل خدا دارن، خیلی مرقابت دارن اینا چجوریه با هم دیگه. به هر حال ما وارد جزئیات نشیم، خداوند متعال چه سکسی. کار دومی که اینها باید در زمین انجام بدن کشف فرستاده خداوند تازه. بدبختی ما یکی دوتا نی، یعنی خداوند یک عده‌ای رو میفرسته که تازه اونی رو که فرستاده اینا کشف کنن، میشینن در مجلس خبرگان رهبر جلسه میذارن با هم دیگه حرفن که میخوان صدا مدا هم که در جلسه میذارن با هم اینجوری آکه این موردی که مشاهده کرد تازه خوبشونه، این که باز یه چیزهایی قادره. البته داریم ما مورد داریم که به هر حال خیلی بیشتر از ایشون صداش در میاد، ولی خب با چیزهایی که میگه در حد الف لام میم و اینا خدا باید دو سه فرستاده دیگه بفرسته بگه این چی میگه. و شفارس بودن که واقعا ما از جدا شد از مسیح حقانی، شهید از دست رفته و بعد هر بعد هم آقای میپرسیدن ببخشید آقازاده چی کارن؟ آقازاده رئیس تشخیص دهندگان، رئیس کشف کننده های فرستاده های خداست. فوری بهش زن میدادن دیگه، غیروش رئیس هیئت کشف کننده که خدا کیو فرستاده. خداوند متعال بنده فکر میکنم بعد از آفرینش بشر به طور کلی دیگه هیچ کاری نداشت، شروع کرد هی برای هی فرستاده فرستادن، یعنی یه عده رو ترانزیت داره میکنه خداوند از اون ور به این ور، از اون ور به این ور، بعد نمیرن هم دیگه اینا از این ور به اون ور دیگه هستن. میگفتن که مادر یارو رفته قرآن خواب دیده قرآن زاییده، اون یکی مادره این مقام معظم رهبری موقع تولد مادره اونجا شنید یه صدای بچه رو نخوید میگه یا علی. اینا خانواده های عجیبی هم دارن. باز همین آیت الله مهدوی کنی مرحوم بیچاره اواخر عمر دیگه دو سوم تولید این نیروگاه های سیکل ترکیبی رو وصل کرده بودن به اینکه زنده بمونه. حتی من فکر میکنم اگر یه دو هفته بیشتر زنده میموند شایعه در میامد میگفتن که سازمان مجاهدین خلق
پاشده رفته دو شاخه رو کشیده و حضرت رو ترور کرده. یه فرستاده خدا دیگه. بر پنج به علاوه یک بدبختی ظریف روحانی مذاکره سر چی؟ حق مسلم ما رو گرفتن وصل کردن به آیت الله مهدوی کنی. ببخشید نه وصل کرده بودن به آیت الله مهدوی، خود دو شاخه بود که جوری ذوالفقاری وصل کرده بودن به آیت الله مهدوی کنی که چرا یه وقت نکنه بمیره این نوجوان و یه دفعه ما رئیس نداشته باشیم که ببینیم خدا کیو به ما فرموده کشف بکنه. از حیث خانواده، خانواده عجیب و غریب مثل بقیه بزرگواران، یک قلمش این که ایشون یک برادری داره آیت الله مهدوی کنی به اسم آیت الله باقری کنی. بعد خب ما اولش مسلمانان جهان گفتن اینا مثل این که حدودن از پدر یکی هن، مثل این که نه، یکی مهدوی کنی یکی باقری کنی برادرم هستن. باقری کنی همین الان زنده است و در 300 سالگی تازه به ریاست دانشگاه امام صادق علیه السلام رسیده و خوشحاله. گفتن که اینا چجوری شد پس با اینجا بین علما شد محل اختلاف. گفتن که شاید اینا از حدودن از پدر یکی هن، ولی خب مادر نه. شاید هم تو کن و موقع هر اتفاقی می افتاده می انداختن گردن یه نفر کنی کلن. بر صورت در حال اینها رو میگن، من واقعا نمیدونم که این علمای اسلام و این راویان و کشف کنندگان این اسرار خداوند اینا، من نمیدونم علف میزنن، علف میخورن، علف چیکار میکنن که یه دفعه ای من نمیدونم، یا شاید هم در اوقات فراغتشون اینا همین که برای استراحت که میرن یه چرتی بزنن، شاید استراحت و زیاد مثلا یه وقتی ممکنه حل کنن که تو استراحت که هستن یا تو خاک انداز، یعنی نه اونجا استراحت هم میکنن. بعضا پیش اومده آدم روایت های داستان های مربوط به این حضرات بزرگواران را میشنوه به مرحله احتراق میرسه. بعد حالا دوباره یک بدبختی جدیدی شروع میشه. مسلمانان جهان میپرسن اگر برای اینکه ما به احتراق نرسیم باید چیکار کنیم؟ حالا اسلام میگه برای اینکه به حد احتراقی نرسه پماد، زماد، ماساژ بده با سرکه طبیعی. آسانش چیه؟ مثلا میخواد بره تجدید وضو میخواد، دستشویی رفته دفع سموم کنه، حالا یه مش سرکه به اسباب اساسیش، یعنی از زیر ناف به پایین تمام این قسمت ها یه مش سرکه طبیعی مثلا سیب یا انگور عسکری میکشه، سب میکنه با در مجاورت هوا خوشه، بعد با آب میشه شهوت قطع میشه از بین میره. سلام علیکم، قربانت برم، عجب احتراقی رسیدی شما، خواهش میکنم دقیقا چیکار کردید شما؟ به احتراق یه دفعه رسیدین، عجب. و اسباب اساسیتون رو ببخشید. بله بله، آها، الان اینایی که دارین میگین راجب اسباب اساسیت رفته بودین وضو بگیرین، بله اسباب اساسیه رو هم با خودتون میبرین وضو بگیرین شما. آها، از اون لحاظ اسباب اساسیه من میگم. بله بله، خب قبل از وضو حتما میگن بله باید سر پا نباشه، فقط سنگ کلیه میگیرین. میگه بنده اومدم نشستم، بذار من بگم، میگه که من نشستم اونجا اومدم با سرکه اسباب اساسیه رو بشورم، یه قسمت از اسباب اساسی هم نشسته موند، سرکه تموم شد، چیکار باید بکنم؟ آقا شما ببخشید کمد دیواری با خودت حمل و نقل میکنی؟ آخه میگه سرکه تموم شد، میگه یه دبه سرکه ورده برده بودم با خودم. بله بله، به اسباب اساسیه خب یه نمورم میمالیدی حل بود، برای مسئله احتراق بود فقط. شما شرمنده، این سیستمت بنزینیه یا دیزلی احتراقش؟ انژکتورا رو بعد تمیز کردی؟ بده ببر رو چال، بده بچه‌ها یه نگاهی بکنی انژکتورا تمیز باشه، یه دفعه نشه مثل ترموستات مقام معظم رب. بله اون انژکتوراش گیر کرده بود، با این حال به احتراق رسیدی، یه دبه سرکه هم تموم شد. خب من میگم در کنار شیر آب گرم و سرد در مستراب شما یک شیر سرکه هم بکش، اینجوریه.
مثلا اینکه اسباب اساسیت خیلی وسیعه، بله آئله مندی دیگه. خونت چند متر شما؟ چون میگم این همه اسباب اساسیه رو تجملاتی که یه وقت نیستی داداش، شما این حجم از اسباب اساسیه رو این ببین، این دوستمون فرمود از ناف به پایین، اینا فقط مال ناف به پایین ات تازه. بله بله، احسن الخالقین، چه میفرماد خداوند متعال بعضی وقتا. بعد شما احیانا تو کوچه خیابون بیرون میخوای بری چیکار میکنی با اسباب اساسی؟ میگه زنگ میزنم یه خاور، اینا مال حمل اسباب اساسیه. باشه، شما من همون میگم که یک شیر سرکه بکش اونجا تو مستراب که نشسته، برای وضوع، تازه برای وضوع. آره ببین، قبل از وضوع شما کاری که میری مستراب میکنی کتبیه یا شفایی؟ فقط جسارتن اینا مال کارهای شفایی، یا چون کتبی باشه بدبختی تازه یه جای دیگه شروع میشه. من شیلنگ میگیری یک به کار باش. بله بله، طهارت، بعد طهارت یکی از چیزایی که اصلا یه عده میرن مسلمون میشن به عشق همین طهارتش، یا حال میشیلنگ میگیرن. بله، با سرکه که شستی، بعد ببین در مجاورت هوا هم باید خوش بشه، سشوار نگیری و بزنی به سوزنی بدبخت کنی. در مجاورت هوا یعنی همینجوری چارقاچ باسا اگه آفتاب جای اینجوری، خب به این چشم نامحرم فقط نیفته، واسه خودش خوشه. میگه اگه وایستادم تا قبل اینکه خود، چون اسباب اساسیش خیلی زیاده، میگه تا قبل از اینکه خوش شد، یه دفعه مثلا نماز ظهر بود، من تا وایستادم اینجوری خوش شد، اذان شد، بعد شد نماز مغرب، چیکار باید بکنم؟ ببین شما به جاش یک بار به قضاشو سرکه بمال. آره سرکه رو با گفته با انگور عسکری خدمتون اگر هست. میگه که بدبختی دوتا شد، یه بار انگور عسکری رو میگه انداختم زیاد موند، به جای سرکه عرق سگی شد. پیش میاد دیگه اینا. نه خیلی، نه این که اشتباه نکن شما، نه دوست من انگور عسکری میوست میخورم، بابا اون امام حسن عسکری، نگو اون از اون خودش اسباب اساسیت رو میاد شب تو خواب میکشه و درد داره. ولش کن انگور عسکری رو، من دیگه نمیدونم چیکار. من والا بله بنداز، میگم تو یه لوله تختی رو شما بستی بهش احتمالاً، چون میره از اون طرف. میگه لوله رو گشته بودم اون بر تو مستراب که اسباب اساسیه رو. بله نه خیلی سخت میشه. آره من ببین پیشنهادم اینه که شما تو همون احتراق بمون، پس ولش کن. آره حالا یه دوتا هم مؤمنین هم همین شکلی مشتعل عشق علی هم، میگه چه کنم، پشت خاور خوندی اینو. آره اون موقع نبود صدر اسلام سرکه نبود، یعنی بودا یه خورده ضعیفترش بود، بعد میل میکردن دوستان، خیلی خوشمزه میگفتن هست. به هر حال من خوشحال شدم برات، آرزوی موفقیت میکنم و این اسباب اساسیت رو ولی ببر روچال، میگم یه انژکتورها تمیز باشه، چون این احتراقی که صحبتشه این کار یه شب و یه نفر نیست. حالا خلاصه من نمیدونم. میگه یک سوال هم داشتم برای ضعیفه، خواهش میکنم. نه خیلی با سرکه، ایشون ضعیفه ها با سرکه نشورن، اسباب اساسیه ندارن. بله نه اینو گفته که ببین اونا اگر به احتراق برسن غلط میکنن، چون میدونید که در اسلام زن و مرد برابرن، احتراقشون هم با هم برابره. اینا فقط اینه که ما یهو به احتراق نرسیم، یعنی شما ها، ما که همجوری سرکه بریسه. میگه اگر ضعیفه رو ببرم بگم سرکه رو بدم دست اون، بگم اون بریزه. خب داداش من اونجا که خودتون میشین احتراق میشه اصلا، بساط دیگه، سرکه برچی میبری با خودت؟ اخ اخ اخ، این اصلا این کارش اورژانسی شده. آقا تو زنگ بزن 115 بیان ببرنت. نه دیگه، میگه من این دفعه ترسیدم سرکه تموم بشه، در دبه سرکه رو وا کردم، اسباب اساسیه رو انداختم تو سرکه، درشو بستم دیگه. اونو ببین دم پخته که چیزی درست کردی، بذار ترشی بغل ازش بخور. نه دیگه گذاشتی اون تو دیگه، اصلا به احتراق برسی هم کاری ازت بر نمیاد. با انگور عسکری که خوبه، این دفعه خود امام حسن عسکری هم بیاد یه برای آستان رو بگیره، اصلا دیگه حله. احتراق بی خودی رسیدی.
آره بیخودی به یه احتراق میرسی، ولی بعدن دیگه پریده دیگه. آره با سرکه ببین اینجوری خاصیت اسیدی نیست داره. آخه بگردم برات، چند سالت هست شما؟ میگه 86 سالمه، جوونم هستی. ببخشید شما؟ میگه من همون باقری کنی که صحبتش بود. بابا تبارک الله، اصلا تو تازه الان تو کار سرکه ای؟